یکی از اشتباهات و یکی از مشکلات بسیار جدی و مهمی که زبان آموزان با اون مواجه هستند این است که خیلی از زبان آموزان دنبال کمالگرایی هستند. طبیعتاً کمالگرایی یکی از ویژگی‌هایی است که ممکنه هر شخصی داشته باشه و همیشه دنبال کمالگرایی باشه. اما بحث کمالگرایی در یادگیری زبان دقیقاً موضوعی است که باعث میشه شما دچار مشکل بشید و باعث بشه که از هدف اصلیتون جا بمونید. به پروسه یادگیری زبان توسط یک کودک نگاه بکنید. آیا یک کودک دنبال این است که سطح یادگیریش به کمال کامل برسه؟ به 15 سالگی به 20 سالگی بعد شروع بکنه به صحبت کردن؟ طبیعتاً نه. اگر دنبال این باشید که شما یک زمانی در آینده دوری به ان هزار تا لغت مسلط بشید و بتونید که صحبت بکنید، طبیعتاً این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. چرا که شما زمانی که فقط دنبال این باشید که به عنوان ورودی مطالبی رو بپذیرید و دنبال این باشید که لغت حفظ بکنید، چه میدونم با جعبه لایت نرد، با راههای کدگذاری هزاران لغت رو یاد بگیرید، آیا واقعاً تا زمانی که از این لغات استفاده نکنید اینا به دردی خواهد خورد؟ دقیقاً این حالتی است که فنر دانشتون رو دارید فشرده میکنید اما هرگز رها نمیکنید که خروجی داشته باشید و از اون داده هاتون استفاده بشه که باعث بشه در ذهن شما اینها آدرس‌دهی بشن و بتونید در موقع لزوم سریع از اونها استفاده بکنید. پس کمالگرایی رو در یادگیری، به خصوص یادگیری زبان، کنار بگذارید. اگر شما به یک کشور انگلیسی زبان سفر بکنید، وقتی که دنبال کمالگرایی باشید، بدون شک مغز شما استاپ خواهد کرد و نمیتونید اصلا صحبت بکنید. میتونید از کسایی که سفر داشتن بپرسید. همچنین موضوع بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید و در فایل‌های صوتی قبلی هم بهش اشاره شد اینه که شما به همون اندازه که ورودی دارید، لغت میخونید، عبارت میخونید، جمله میخونید، فایل شنیداری گوش میدید، فیلم میبینید، سعی کنید به همون مقدار حداقل نصفش خروجی داشته باشید. اجازه بدید عضلات دهان و زبانتون، عضلات صورتتون برای بیان اون عبارتها، برای بیان اون جملات آماده باشه و آمادگی کامل برای بیان اون خروجی رو داشته باشه که در موقع لزوم، که اگر قرار بر این شد که شما صحبت بکنید، به یک باره کل سیستم بدن شما هنگ نکنه و قادر نباشید اون خروجی رو داشته باشید. پس دو تا موضوع شد، یکی این که خروجی داشته باشید همراه با یادگیریتون و بحث کمالگرایی رو در یادگیری زبان کاملا کنار بگذارید. شما یک زبان آموز هستید، طبیعتاً یک غیر انگلیسی زبان هستید و کسی هم که نیتیوه بدون شک متوجه این موضوع خواهد شد، حتی اگر شما با لهجه بسیار خوب صحبت بکنید. پس لزومی نیست دنبال کمالگرایی تو این زمینه باشید و همون اندازه دانشی که دارید سعی بکنید استفاده بکنید، خروجی داشته باشید. روزهای خوبی در انتظار شماست. خوش باشید.